ساعتی پس از آن که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از حضور محمد جواد ظریف و معاونان او در مذاکرات وین درباره سوریه خبر داد جانکری وزیر خارجه آمریکا این دیدار را مساعدترین فرصت یافتن راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه دانست این مذاکرات روز پنجشنبه 28 اکتبر با شرکت وزیران خارجه روسیه آمریکا عربستان سعودی و ترکیه برگزار می شود و ظریف و هیئت همراهش روز جمعه به نشست خواهند پیوست آقای کری روز چهارشنبه ششم و آبان طی یک سخنرانی در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی با اشاره به مشکلات ناشی از حملات هوایی روسیه در سوریه از خشونت گروه داعش گفت و تأکید کرد که ما مصمم هستیم داعش را هرچه سریعتر از بین ببریم وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد بحران سوریه از هر 20 شهروند آن کشور یک قربانی گرفته از هر پنج شهروند یکی را پناهجو کرده و امید به زندگی را 20 سال کاهش داده است آقای کری گفت با وجود افزایش استقلال این کشور از نفت وارداتی ادامه بحران در سوریه و عراق و خطر درگیری بین اسرائیل و فلسطینیان منافع آمریکا را تهدید می کند و می تواند باعث برانگیختن احساسات ضد آمریکایی در داخل و خارج شود. و این مواجهه با چالش سوریه در سوریه را نقشه راهی برای خروج از جهنم توصیف کرد در همین حال عادل از وزیر امور خارجی عربستان سعودی با تأکید بر ادامه حمایت کشورش از مخالفان میان روی سوریه بار دیگر تأکید کرد بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت وزیر خارجه عربستان سعودی با اشاره به نشست بین المللی وین درباره بحران سوریه گفت این نشست آزمونی برای ایران و روسیه خواهد بود تا مشخص شود که چقدر مصمم به یافتن راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه هستند وی روز چهارشنبه ششم آبان در نشست خبری مشترک با فلیپ هاموند وزیر امور خارجی بریتانیا گفت اختلاف نظر ما با روسیه و ایران بر سر زمان و چگونگی کنارگیری اسد از قدرت است و از این رو حضور ایران در مذاکرات بین المللی فرصتی است تا عزم تهران برای دستیابی به رای حل سیاسی مورد راستی آزمایی قرار گیرد فیلیپ هامون وزیر امور خارجی بریتانیا نیز گفت اگر برای اختلاف نظرها به راه حل مشخصی دست نیابیم آنگاه به دنبال راه های دیگری برای حل بحران سوریه خواهیم بود وزیر خارجی بریتانیا قرار است پیش از حضور در مذاکرات روز جمعه وین به کشورهای قطر بحرین و امارات متحده عربی سفر کند همزمان آنتونی بلینکن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت مداخله نظامی روسیه در سوریه آنگونه که مسکو انتظار آن را داشت پیش نمی رود. از این رو این کشور برای انتقال سیاسی در سوریه انگیزه خواهد یافت وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت تحرکات روسیه بر روی زمین برای پشتیبانی از نظام سوریه به خوبی پیش نمی روید و نیروهای دولتی با وجود حمایت هوایی روسیه تنها پیش های محدودی به دست آوردن بنابراین روسها شاید بتوانند مانع از شکست اسد شوند اما نمی توانند در سوریه پیروز شوند آقای بلینکن گفت روسیه اکنون دارای انگیزه و نفوذ بالایی برای سوق دادن اسد و نظامش به انتقال دارد همه طرفها معترف هستند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد این اعتراف اکنون میان روسها بیشتر شده است از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در دو مصاحبه جداگانه با روزنامه های گاردین و لومون که صبح پنجشنبه هفتم آبان منتشر شده مشارکت همه بازیگران از جمله ایران را برای آغاز فرایند انتقال سیاسی در سوریه ضروری دانست خانم موگرینی در گفتگو با گاردین درباره مذاکرات روز جمعه درباره سوریه گفت مذاکرات روز جمعه باید بر ایجاد تغییرات مبتنی بر قانون اساسی در سوریه برای زمانات فرایند انتقال سیاسی در این کشور متمرکز باشند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با لمون نیز تأکید کرد که درباره همکاری ایران و عربستان در موضوع سوریه کار میکنیم وی اپسود توافق هسته با ایران به اتحادیه اروپا اجازه داده ایفای نقش برای حل و فصل بحران سوریه را افزایش دهد همزمان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی ایران باید خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند و کشورهایی می توانند ادامه حیات دهند که ظرفیت های لازم را برای اداره جنگ داشته باشند آقای سلامی روز چهارشنبه ششم آبان در همایش پدافند غیرعامل در تهران گفت اندیشه جنگ هنوز نزد قدرتهای بزرگ به عنوان مهمترین راه حل سیاسی در نظر گرفته شده است و چاره ای نداریم که واقعیت فضای جهانی را به رسمیت بشناسیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران میگوید رضایت جامعه از نتیجه انتخابات پیش روی مجلس ایران ضروری است و ابراز امیدواری کرده که بهترین انتخابات تاریخ انقلاب در سرنوشت سازترین انتخابات برگزار شود آقای هاشمی ششم آبان ماه در جریان یک سخنرانی در همدان بار دیگر با انتقاد از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در آن فضای سنگین امنیتی مردم به پای صندوق های رأی آمدند و با انتخاب خیش اعلام کردند که این هشت سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است این چهره سیاسی نزدیک به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مخالفان و منتقدان محمود احمدی نژاد چه در زمان ریاست جمهوری او و چه پس از آن بود او و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از جمله کسانی بودند که از حسن روحانی در جریان انتخابات 92 حمایت کردند. آقای حاشمی رفسنجانی در خرداد ماه گذشته از روحانیون حامی آقای احمدی نژاد نیز انتقاد کرده و گفته بود که آنها هم مقصرند. آقای رفسنجانی بدون اشاره مستقیم به رخدادهای سال گذشته میگوید اکنون اوضاع بهتر است چرا که علاوه بر مردم بخش عظیمی از مسئولان کشور امانتدار آرا هستند پس از اعلام انتخابات سال 88 موجی از اعتراضات در ایران شکل گرفت اعتراضاتی که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و در پی آن گروهی از معترضان کشته شده و بسیار نیز بازداشت و روانه زندان شدند آقای هاشمی رفسنجانی تاکید کرده که رضایت جامعه از نتیجه انتخابات برای تداوم توسعه و تغییر نگاه بین‌المللی به ایران ضروری است به ی آقای هاشمی رفسنجانی رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز باید اصل را بر حضور مردم در انتخابات قرار دهد و نباید جناهی عمل کند که البته اگر چنین کند نتیجه معکوس میگیرد آنگونه که در انتخابات گذشته گرفت چون مردم همه چیز را میدانند این نخستین بار نیست که آقای هاشمی بر اهمیت بالای انتخابات مجلس تاکید می کند او از جمله در مرداد ماه گذشته نیز گفته بود انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان بسیار مهم و جزو مهمترین انتخابات هستند در حال حاضر اکثریت مجلس ایران در دست اصولگرایان است برخی از آنها پیشاپیش هشدار دادند که مجلس نباید حتی به دست اصلاح طلبان معتدل بیفتد گروهی از روحانیون تندرو و ارشد جمهوری اسلامی نیز در مورد نتیجه انتخابات مجلس خبرگان هشدار دادند دهمین ده انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در اسفند ماه 94 و اردیبهشت 95 برگزار می شود. نخستین مرحله آن در هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان است که اکبر خاشمی رفسنجانی پیشتر اعلام کرده بود خود در آن شرکت خواهد کرد. سومین مناظره نامزدهای اولیه حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با تمرکز عمده بر محور اقتصاد و مسائل مالی و مالیاتی برگزار شد. ده نامزد اصلی انتخابات از حزب جمهوری خواه روز چهارشنبه ششم آبان ما در مناظره شبکه CNBC شرکت کردند. روش پرداخت و جمعآوری مالیات مخارج دولت فدرال و کسب و کار و فرصتهای شغلی از موضوعات اصلی مناظره بودند بن کارسون و دانالد ترامپ که در حال حاضر از بیشترین محبوبیت در میان رای دهندگان برخوردار هستند در چند مورد هدف حملات انتقادی دیگر نامزدها قرار گرفتند از جمله منتقدان دو نامزد محبوب فعلی جان کاسیچ فرماندار اوهایو بود که برنامه های مالیاتی ترامپ و کارسون را بازی خیال پردازانه توصیف کرد که تریلیون ها دلار به بدهی های ملی خواهد افزود بیشتر تحلیلگران حضور کارسون و ترامپ را در مناظره روز چهارشنبه کم رنگتر از گذشته توصیف کردند. گروهی از نامزدها نیز از فرصت گفتگوها برای حمله به نامزدهای انتخابات پیشرو از حزب دموکرات استفاده کردند. از جمله مارک و روبیو که هیلاری کلینتون از بختهای اصلی نامزدی در میان دموکراتها را به دروغگویی متهم کرد. او از رسانه های عمومی آمریکا نیز انتقاد کرد و آنها را متهم به تقابلی عمومی با محافظ کاران کرده است با وجود آنکه محور مناظره مسائل اقتصادی بود اما قانونی کردن مصرف ماریجوانا یا قوانین مربوط به استفاده از اسلحه هم در مناظره شب چهارشنبه مطرح شد بن کارسون جراح مغز بازنشسته که در آخرین نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و سی بی اس پیشتاز کمپین جمهوری خواهان معرفی شده است در کنار دونالد ترامپ در کانون مناظره که در کلرادو برگزار شد قرار داشت آقای کارسون که اظهاراتش در مورد سقط جنین و طرح بیمه بهداشتی برک اوباما این روزها سرتیتر روزنامه های آمریکایی شده در این مناظره سعی کرد از طرحهای اقتصادی و مالیاتی خود دفاع کند او و دونالد که با فاصله زیاد از هشت نامزد دیگر جمهوری پیشی گرفتند تنها کسانی هستند که تجربه پست سیاسی ندارند از دیگر لحظات برجسته این مناظره انتقاد تند تد کروز سناتور ایالات تگزاس بود که از محتوای سوالات مجریان مناظره ایراد گرفت و رسانه های آمریکا را متهم به جانبداری از دموکراتها کرد انتقاد از برک اوباما و دولت او و حملات تند به هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز در اردوی دموکرات ها هم فصل مشترک مناظره سوم جمهوری خواهان بود همزمان قطعی شدن انتخاب پل رایان از حزب جمهوری خواه به عنوان رئیس مجلس نمایندگان که رأیگیری نهایی درباره آن روز پنجشنبه انجام می شود جنب و جوش جدیدی در میان طرفداران این حزب در آمریکا به وجود آورده است. آقای رایان 45 ساله که انتخابش به این سمت او را تا حد دومین چهره برتر سیاسی کشور بالا خواهد برد وعده داده با انجام اصلاحاتی از افول بیشتر جمهوری جلوگیری کند سازمان فناوری اجمع میگوید نزار دکا شهروند لبنانی و دبیر این سازمان از 27 شهریور تا کنون در تهران مفقود شده است. بر اساس اطلاعیه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب مشهور به اجمع آقای دکا پس از دریافت دعوت ای از شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقشافرینی زنان در توسعه پایدار روز جمعه 20 شهریور به ایران سفر کرده است. همایش نقش زنان در توسعه پایدار 24 تا 27 شهری بر در تهران برگزار شده و علاوه بر شهین دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نیز در آن حضور داشته و سخنرانی کردند. طبق برنامه ی اعلام شده نزار دکا اصر روز 24 شهریور در این همایش سخنرانی کرده است. نزدیکان نزار دکا گفتند وی 27 شهریور هتل را ترک می کند و سوار تاکسی ویژه فرودگاه می شود تا به بیروت بازگردد ولی اطلاعات موجود نشان می دهد او به فرودگاه نرفته است و تا کنون خبری از سرنوشت او در دست نیست. آنها به سفارت لبنان در تهران ماجرا را اطلاع دادند و با مقام های وزارت امور خارجه لبنان نیز صحبت کردند. نزدیکان آقای دکا تا کنون اطلاعی از وضعیت او دریافت نکردند. این نخستین بار نیست که نزار دکا به ایران سفر می کند. از سال 1389 با مجامع علمی ایران در ارتباط بوده است. پیش از این خبرهایی درباره بازداشت سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی یه دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت که دو هفته پیش به تهران سفر کرده منتشر شده بود دولت ایران هنوز به خبر مفقود شدن نزار دکا و همچنین بازداشت سیامک نمازی واکنش نشان نداده است پیش از مفقود شدن نزار دکا روزنامه تندروی وطن امروز که توسط مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس ایران اداره می شود از آقای دکا به عنوان یکی از مؤسسان انجمن بین المللی مدیران ایرانی نام برده شده که در یک پروژه امنیتی موسوم به پل مشارکت دارد. گزارش وطن امروز اردی بهشت ماه 92 منتشر شده و از پروژه پل به عنوان یک برنامه پوششی آمریکا برای نفوذ به ساختارهای سیاسی و اجرایی ایران یاد شده بود. وطن امروز همچنین از سیامک نمازی به عنوان یکی از حامیان معترضان انتخابات ریاست جمهوری 88 نام برده بود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران میگوید تازه ترین گزارش او باستاب شرایط پیچیده در آن کشور است و به رغم تلاش هایی که از جانب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر صورت میگیرد وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان هولناک است آقای شهید در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برپا شد ضمن تاکید بر ادامه نقض حقوق بشر در عرصه های مختلف به پرسش های مختلف نیز پاسخ داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش خود کاستی ها و عیوب سیستم قضایی ایران را عامل مهمی در بیعدالتی توصیف کرد و در همان حال از نقش اشخاص در نقض حقوق مدنی و سیاسی ایرانیان سخن گفت. یکی از شرکت کنندگان پرسید کدام یک از این دو عملی که که برشمرده موجب اصلی آشفتگی امر حقوق بشر در ایران است سیستم قضایی یا اشخاص او گفته در گزارش خود به عیوب سیستم قضایی ایران اشاره کرده و توضیح داده که این امر به طور سیستماتیک به حقوق مردم آسیب میزند و آن را تضعیف میکند احمد شهید در ارائه نمونه از این کاستی ها در سیستم حقوقی و قضایی به چگونگی انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته از جمله حتی برای عبور از فیلتر حکومتی فرد باید نسبت به اسلام و حکومت متعهد باشد از طرفی افرادی هستند که در چگونگی بکارگیری قوانین حقوق مردم را زیر پا میگذارند با این حال او این و یا آن را مسئول معرفی نمی کند و میگوید این سیستم است که حقوق مردم را محدود می کند و با تقلب و دستکاری مقام ها در آن این حقوق محدودتر و آسیب پذیرتر می سازد. گزارش احمد شهید جملگی در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران نیست او در این گزارش بر نگرانی های خود از پیامدهای تحریم ها و تاثیر نامطلوب آن بر حقوق مردم نیز تاکید کرده اهمیت این نکته هنگامی روشن می شود که برخی از تحریم ها در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه دولت ایران همچنان پا برجاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره پیامدهای بالقوه تحریمها بر مردم ابراز نگرانی جدی کرده او گفته از اعمال تحریم علیه دولت که حقوق بشر را پایمال می کنند پشتیبانی نمی کند. ولی بر این باور است که تحریم های هوشمند علیه افرادی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند می تواند موثر واقع شود بنابراین تحریم ها می توانند حقوق بشر را آسیب پذیر کنند ولی تحریم علیه اشخاص می تواند علائمی روشن و تاثیر محکمی بر آنها داشته باشد رسانه های آمریکایی در بررسی گزارش سالانه احمد شهید می‌گویند، تندروها در سازمان قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایجاد هر گونه روابط حسنه ایران با غرب را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تلقی می کنند و آن را نشانه فساد اخلاقی می نامند. بانک جهانی گزارش سالانه خود درباره شرایط فضای کسب و کار در فاصله زمانی ژون 2014 تا جوئیه 2015 را منتشر کرده است. در ازیابی های انجام شده میان 189 کشور جهان سنگاپور، نیوزلند و دانمارک رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. فضای کسب و کار بر اساس شاخصهایی چون دارایی ها، اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، تجارت، اجرای قراردادها، ها، اخس مالیات و یا کسب مجوز تشخیص داده می شود. و معیار برای تعیین موقعیت اقتصادی و تجاری هر کشور به شمار می رود. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار 44 و 57 اعلام شده که نسبت به سنگاپور با 34 و 87 فاصله زیادی دارد. شاخص سال گذشته ایران 74 ممیز 56 بود. در این گزارش آمده که شروع کسب و کار در ایران در سال گذشته دشوارتر از پیش شده و پنج پله نزول کرده است. این شاخص در سال پیش برابر با 82 بود و در سال جاری به رتبه 87 رسیده است. شاخص کلی فضای کسب و کار بر اساس فاکتورهایی چون فرایند قانونی مربوط به شروع کسب و کار، زمان و هزینه راه اندازی یک کار و حداقل سرمایه لازم برای هر کسب و کار تعیین می شود. در گزارش بانک جهانی آمده است که میزان اقدامات قانونی شروع کسب و کار هشت مورد زمان آن پانزده روز و هزینه آن معادل دو ممیز هفت درصد درآمد سرانه ملی است این گزارش همچنین حاکی از آن است که وام گرفتن در ایران در مقایسه با سایر کشورها سختتر شده است جایگاه ایران در گزارش سال گذشته 90 بود که به 97 در سال جاری تنزل یافته است این بدان معناست که قوانین و مقررات مربوط به دریافت بام پسرفت داشته است رده ایران از جنبه حمایت از سرمایه گذاران نیز یک رده تنزل کرده و از 150 در سال گذشته به 149 رسیده است رتبه ایران در زمینه پرداخت مالیات مستقیم و غیر مستقیم و سهولت تجارت نیز یک درجه سقوط کرده و به ترتیب به 167 و 123 رسیده است یک نکته منفی دیگر تنزل سپلهی ای ایران در زمینه تعطیلی بنگاه ها و پایان گرفتن یک فعالیت تجاری است که از 137 در سال گذشته به 140 در گزارش سال جاری رسیده است این گزارش وضعیت کسب و کار ایران در بازه زمانی جوان 2014 تا 2015 را باستاب می دهد. توافق اتمی در جوان 2015 امضا شد و پس از آن موجی از خوشبینی و انتظار برای دوران موسوم به پسا تحریم به افتاد با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصادی یادآوری می‌کنند که مسائلی چون سیستم ارتباط بین المللی مالی مالکیت دولتی در بخشهای بظاهر خصوصی و بی‌ثباتی ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی تردیدآفرین است مسئله ثبات سیاسی و امنیت نیز اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد حسن روحانی رئیس جمهور ایران کمی پس از توافق هسته‌ای گفت وظیفه نیروهای مسلح و امنیتی امن نگه داشتن فضا برای کار و تولید است او از وزیران و مدیران دولتی خواست با برداشتن موانع کار را برای حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان تسهیل کنند سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی اما به تازگی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفته است امیدی که به سرمایه گذاری خارجی بسته این واهی است چرا که با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد با ادامه تلاش پناهجویان برای عبور از آبهای میان ترکیه و یونان روز چهارشنبه در جریان پنج حادثه مختلف نزدیک جزیره لسبوس در یونان دست کم یازده نفر که بیشترشان کودک هستند کشته شدند گارد ساحلی یونان همچنان در حال نجات سرنشینان قایقی است که اواخر وقت چهارشنبه در آبهای دریای اژه غرق شد مرگ دستکم سه نفر در این حادثه تایید شده است و 38 نفر مفقود هستند. همزمان با این تحولات روز چهارشنبه اتریش اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای احداث حصار در مرزش با اسلوانی است. وارنر فایمان صدر اعظم اتریش پس از نشست کابینه گفت یک رشته موانع در گذرگاه اسپیوفیلد در مرز اسلوانی جایی که هزاران مهاجر روزانه وارد می شوند ایجاد خواهد شد. آقای فایمن گفت این موانع باعث بهبود امنیت خواهد شد اما شبیه صدها کیلومتر سیم خارداری که مجارستان در طول مرز خود ایجاد کرده نخواهد بود با این حال آقای فایمن بعد در بیانیه مشترک با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت حسارها در اروپا جایی ندارد سه کشور غیر اروپایی روز یکشنبه یازدهم با ایجاد مراکز پذیرش برای پنجاه هزار نفر دیگر در کشورهای بالکان موافقت کردند این کشورها پرطرفدارترین مسیر برای سفر مهاجران به آلمان و کشورهای اسکاندیناوی هستند. در بیانیه مشترک آقای یونکر و صدر اتریش آمده است آقای یونکر از صدر اتریش خواست از نزدیک با کمیسیون و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار کند تا مطمئن شود که هدف ما برای ایجاد گنجایش پنجا هزار نفری تازه در اسرع وقت با کمک اتریش محقق خواهد شد توماس دوموزیر وزیر کشور آلمان اتریش را به انتقال شبانه مهاجران به مرز آلمان و رها کردن آنها در آنجا بدون اطلاع دادن به آلمان متهم کرده است. وزیر کشور آلمان گفت آلمان شروع به اخراج تعداد بیشتری از کسانی خواهد کرد که واجد شرایط پناهندگی نیستند و این مسئله که مهاجران افغان اکنون دومین گروه بزرگی هستند که وارد آلمان می شوند غیر قابل قبول خواند. سازمان ملل متحد تخمین میزند که در سال جاری بیش از 700 هزار مهاجر از طریق دریا وارد اروپا شدند که عمدتا از سوریه بوده است نزدیک شدن زمستان تاثیر قابل توجهی بر سیل مهاجران نداشته است جمعی از خوانندگان موسیقی پاپ ایران با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعتراض نسبت به ممنوع کار شدن خود خواهان احقاق حقوق خود شدند. در نامه خوانندگان پاپ خطاب به حسن روحانی که روز چهارشنبه شش آبان در خبرگزاری مهر منتشر شده از تبعیض و اعمال محدودیت علیه موسیقی پاپ انتقاد کردند. شهرام شکوهی، رضا صادقی، فرزاد فرزین، مازیار فلاحی، محسن یگانه، احسان خاجه امیری، حمید حامی و تعداد دیگری از خوانندگان پاپ که طی ماهای اخیر از ادامه فعالیت خوانندگی من شده اند در این نامه از فقدان یک رسانه برای موسیقی مجاز در کشور و کمبود سالن‌های برگزاری کنسرت گلایه کردند. امضا کنندگان نام ضمن اشاره به تلاش های معاونت هنری وزارت ارشاد و دفتر موسیقی در خصوص رفع مشکلات پیش آمده خواستار حمایت رئیس جمهوری اسلامی از اهالی موسیقی پاپ و دیدار با حسن روحانی شدند. این گروه از هنرمندان در نامه خود نوشتند متاسفانه در موسیقی کشور ما از برابری خبری نیست موسیقی پاپ همیشه از نظر مسئولین بیهویت و کم ارزش و موسیقی سنتی ارزشی و فاخر به شمار می آید هنرمندان در نامه خود از ندادن اجازه اجرا در سالن‌های همایش‌های برج میلاد، فضای باز برج میلاد، تالار وحدت، باغ عفیف شیراز، عمارت مسعودیه تهران و سالن خلیج فارس کیش که زیر نظر دولت هستند انتقاد کردند. هنرمندان همچنین از ندادن اجازه تبلیغات محیطی برای تبلیغ کنسرت و آلبوم گلایه کردند. هنرمندان در نامه خود نوشتند عدم وجود یک رسانه برای موسیقی مجاز کشور باعث ترویج هرچه بیشتر موسیقی غیرمجاز در کشور و رقابت نابرابر بین موسیقی قانونی و غیرقانونی شده است موسیقی غیرمجاز بدون هیچ فیلتری و محدودیتی و با قوی ترین ابزار رسانه ای در بین تک تک افراد جامعه نفوذ می کند حالان که موسیقی مجاز پس از گذر از انواع فیلترها و ممیزیها و پس از صرف زمان زیاد به مرحله انتشار می رسد. برخی از خوانندگان موسیقی پاپ طی یک ماه گذشته با دریافت نامه های جداگانه ای از ادامه فعالیت های هنری در ایران منع شدند. این افراد به دلیل همکاری با سایت رادیو جوان، پخش کلیپ از شبکه های و برخی تخلفات در کنسرت های خارج از کشور از ادامه فعالیت حرفه ای در ایران منع شدند. مقام های وزارت ارشاد وجود این ممنوعیت ها را رد کرده بودند اما این نامه خوانندگان نشان می دهد که ممنوعیت برای خوانندگان از سوی نهادی غیر از وزارت ارشاد اعمال می شود.